همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان از استکهلم. آقای علوی خیلی خوش آمدید. در رابطه با این خبر که گفته میشه از جیب مردم پول برداشته شده حتی بدون اینکه اجازه از اونها گرفته بشه، شما چه فکر میکنید و این رو چطور ارزیابی میکنید؟ این اقتصاددان به نکته درستی اشاره کرده که البته مورد توافق اقتصاددانهای جهان هست. تورم در چنین شرایطی، یعنی تورم بالا و همزمان کاهش خدمات دولتی، کاهش کیفیت اون و گران شدن اون، باعث میشه که جیب مردم و بخصوص اونهایی که دارایی‌هاشون به شکل در واقع دستمزد یا حقوق هست، یعنی دارایی نقدی اغلب دارایی‌هاشون تشکیل میده، اینها صدمه بیشتری میبینن. و البته تنها منحصر به این نشده که دولت به این گونه به این شکل جیب مردم رو بزنه، بلکه بیاد میاریم که چگونه با به اصطلاح فراخواندن مردم به بورس سهام، اونجا هم جیب عده‌ای بسیاری رو خالی کردند. بنابراین ما شاهد این چپاول آشکار و پنهانی هستیم که به طور روزمره از مردم میشه، چه به شکل تورم، چه به شکل کاهش خدمات یا بدتر شدن کیفیت اون. و البته این چیز شگفت‌آوری نیست، پدیده ایست که اقتصاددان‌ها به روی اون توافق دارن و ایشون به درستی بر اون نکته اشاره داره. به طور مثال الان همین بازار سکه و طلا رو هم اگه نگاه بکنیم میبینیم که قیمتش دوباره رکورد زده، بالا رفته. دلایلش چی از نظرتون و آیا ممکنه همینطوری بالا بره؟ خب همون تورم افسار گسیخته‌ای که حاکم است بر اقتصاد ایران باعث میشه که قدرت خرید خانوار و به خصوص خانوارهایی که در واقع دستمزد و حقوق اکثریت دارایی‌های اونا رو تشکیل میشه، اینها پناه ببرن به یک بازاری به اسم بازار سکه و طلا. چرا؟ برای اینکه بازارهای مالی ایران اولا عمق یا عرض متناسبی نداره، سطحش بسیار محدوده و تازه بازارهایی هم که هست مثل فرضاً بازار دلار، در اونجا یک سرکوب پلیسی برقراره و به لطایف الهیال موجب میشن که افرادی که میخوان سرمایه‌شون و دارایی‌شون و قدرت خریدشون رو حفظ بکنن، نتونن به اون بازارها به حال رجوع کنن و از اون منابع استفاده کنن. از طرف دیگه ما میدونیم که بورس سهام هم دولتی است، رانتی است و اونهایی که از رانت اطلاعات یا روابط استفاده میکنن میتونن دستکاری بکنن قیمتها. بنابراین مصرف کننده، بنابراین شهروند ایرانی راهی نداره جز اینکه پناه ببره به بازار طلا. و البته حاکمیت تلاش کرده که موانع جدی و بسیاری بر اون براش بگذاره و از جمله این بازار هم کم یا بیش پلیسی است و مورد کنترل حاکمیته. بنابراین بخشی از مردم تلاش میکنن که سرمایه هاشون رو از ایران خارج بکنن، کما اینکه آمارهای بین المللی هم شاهد این است که سرمایه از ایران فرار میکنه به کشورهایی مثلا مثل ترکیه و در اونجا متمرکز میشه به صورت مستقلات یا به شکل‌های دیگه. اما همزمان باید بیاریم که همراه این سرمایه ها سرمایه گذاران هم از ایران کوچ میکنن و در نتیجه ایران شاهد فرار سرمایه گذار و سرمایه است و این باعث میشه که قدرت تولیدی ایران در بلند مدت کاهش پیدا بکنه. متشکرم از توضیحات شما احمد علوی، اقتصاددان از استکهلم.